به دنبال تحولات اخیر در یمن، هانس گرونبرگ، فرستاده سازمان ملل متحد به این کشور اعلام کرد که فرصت برای دستیابی به صلح و پیشرفتن به سمت پایان جنگ یمن فراهم شده است. در همین راستا طی یک هفته اخیر تا کنون 3 بار عملیات تبادل اسرا میان طرفهای درگیر در جنگ یمن با هدف زمین سازی پایان جنگ و دستیابی به صلح در این کشور صورت گرفته است. قتیبه الکعبی، مدیر بخش هنری اداره امور فکری و فرهنگی آستان مقدس عباسی، از آغاز مرمت 1 جلد قرآن نفیس 400 ساله به همت این آستان مقدس خبر داد. وی افزود ما کار آماده سازی طرح جلد را همزمان با روند مرمت قرآن خطی که قدمت آن به بیش از 4 قرن میرسد آغاز کرده ایم و روی جلد بیرونی آن بر اساس تزیینات اسلامی آستان مقدس عباسی مرمت می شود. او ادامه داد این اثر بخش مهمی از روند مرمت نسخه خطی را تشکیل می دهد و جزء مکمل آن است که برای حفظ آن و افزودن زیبایی شناختی به جلد بیرونی به شیوهی متناسب با سن و محتوا کار می کنیم. قانونگذاران اتحادیه اروپا از رهبران جهان خواستند تا نشستی را برای یافتن راه‌هایی برای کنترل توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی پیشرفته مانند چت GPT برگزار کنند. رویترز بامداد سه‌شنبه 18 آوریل به نقل از قانونگذاران اتحادیه اروپا گزارش داده است که این سیستم‌ها سریع‌تر از حد انتظار در حال رشد هستند. بر پایه این گزارش 12 نفر از اعضای پارلمان اروپا که بر موضوع قوانین اتحادیه اروپا در مورد این فناوری کار می‌کنند از رئیس جمهور آمریکا و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خواستند تا جلسه‌ای را در این مورد تشکیل دهند. آنان تاکید کردند که شرکت‌های هوش مصنوعی باید مسئولیت بیشتری داشته باشند. منابع رسانه‌ای و محلی اعلام کردند شهر کمبریج بریتانیا درهای اولین مسجد سازگار با محیط زیست در اروپا را باز کرد. این سازه بنای پیشگامی که به محیط زیست اهمیت می‌دهد و در ساخت آن از چوب درخت، شیشه و مواد سازگار با محیط زیست و هوشمند و صنایع دستی زیبا استفاده شده که این مسجد به عنوان یک باغ جذاب و دیدنی به نظر می‌رسد. همچنین در ساخت این مسجد از مصالح ساختمانی کاملا پایدار استفاده شده است، زیرا ساختار آن از چوب ساخته شده بود و از منابع سازگار با محیط زیست مانند پنل‌های خورشیدی برای تأمین انرژی الکتریکی و گرمایش استفاده شده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار آتش بس فوری در سودان شد و گفت من شدیداً شروع جنگ در سودان را محکوم می کنم و هشدار می دهم که هر گونه تشدید بیشتر درگیری بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع می تواند برای کشور منطقه ویرانگر باشد. در همین حال منابع محلی سودانی فاش کردند که تا به این لحظه در درگیری‌های سودان 180 نفر کشته و 1800 تن دیگر زخمی شدند. محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی، مشهور به علامه مجلسی یا مجلسی دوم، از محدثان و فقیهان مشهور شیعه در قرن 11 هجری در چنین روزی یعنی 27 ماه مبارک رمضان از دنیا رفت. علامه مجلسی در علوم اسلامی بیش از همه به حدیث نگاری اهتمام داشت و مشهورترین اثر وی بهارالانوار بود. او با تربیت شاگردان و آثار ماندگار خود که بسیاری از آنها را به زبان فارسی و قابل استفاده برای عموم مردم به نگارش درآمده است، بر فرهنگ شیعی و علمای پس از خود تأثیر فراوان گذاشت. آن مرحوم 27 ماه مبارک رمضان سال 1110 قمری مصادف با 10 فروردین 1078 شمسی و در سن 73 سالگی در اصفهان از دنیا رفت و در جوار پدرش به خاک سپرده شد.